ابکشان عزیز، اعضای محترم کنیسای نسخ شلوم، در شبات پیش رو ما با خواندن پارشای ویخی اولین کتاب تورا را برشیت را به اتمام خواهیم رسانید. در حقیقت کتاب برشیت با خلقت آدم هریشون اولین انسان شروع میشه و آخر کتاب در پارشای ویخی با زندگی یوسف و برادرانش و با مرگ آنها به پایان میرسد و با اتمام کتاب برشیت در حقیقت تاریخ اجداد سگانه ما و فرزندانشون هم به اتمام میرسد. از کتاب شموت به بعد دیگه از افراد صحبت نمیشه، بلکه از یک ملت صحبت میشه. ولی سوال این است، آیا این دو شخصیتی که در ابتدای کتاب و در آخر کتاب به ما شناسانده شده اند، این دو یک ارتباطی دارند؟ یک ارتباطی میتوان پیدا کرد بین این دو شخصیت؟ آدم هریشون در حقیقت در رسالتی که خداوند به او داده بود و هدفی که ساخته بود، به خاطر همان اختیار داشتن و قدرت انتخابش شکست خورد. ولی برعکس یوسف میبینیم با وجود تمام فراز و نشیب هایی که در زندگی دچار شده بود، انسان را امیدوار به انسانیت و انسان میکنه. آدم هریشون انسان را بسیار غمزده و او را به یأس میبره، افسردگی میبره. آدم هریشون را خداوند که کمال و کامل خلق کرد و بنابراین آنچه که خداوند خلق میکنه بایستی کامل باشه. کامل بود انسان، یعنی اولین آدم از مادر زاده نشده بود. اولین آدم صفات منفی از کسی به ارث نبرده بود. اولین آدم در محیطی که محیط شر و دروغ و فریب و ریا باشه به دنیا نیومده بود. اولین آدم در محلی که دنیای کمال مطلوب بود، در آن هیچ چیز بدی وجود نداشت و در آن حتی مرگ هم وجود نداشت زندگی میکرد. ولی همین آدم کامل میبینیم فریب میخوره، فریب مار رو میخوره و آنچه که نبایستی انجام بده انجام میده. یک فرمان بیشتر خدا به او نمیده، میگه که از تمام درختان این باغ بخور. امیس هدات، یعنی از این درختی که من منت کردم نخور. میبینیم متاسفانه مار حوا رو فریب میده و همه داستان رو ما میدانیم. آن را میخوره و به آدم میده و نتیجه اینه که آدم نه تنها به گناه خودش اعتراف نمی کنه، بلکه زن را متهم میسازه و خداوند اونها را از اون گن ایدن، دنیای کمال مطلوب، میرانه و اونها را به گلوت، به دنیایی میبره که ما امروز شاهد آن هستیم. دنیایی که بایستی کار کنه، دنیایی که بایستی با عرق جبین نان بخوره، دنیایی که زن بایستی با درد بزاید، فرزند بزرگ بکنه، دنیایی که آن راحتی و آرامش، آرامش روحی و روانی دیگه درش وجود نداره. دنیایی که متاسفانه شر و کارهای نادرست از انسان برمیاد. دنیایی که
میبینیم حتی خداوند اون رو با طوفان آب از بین میبره و نسل جدید هم متاسفانه بعد از نوح میبینیم دنبال روی همون افکار و همون اعمال آدمه. اما یوسف صدیق دوران کودکی بسیار سختی داره، دوران نوجوانی سختتر، از مادر یتیم است، برادرها او رو دوست ندارن، به او حسادت می‌ورزند، چرا که پدر به خاطر اینکه راحل در حقیقت اولین عشق و اولین کسی بود که مایل بود همه زندگی با او باشه، بعد از که از دار دنیا میره یوسف بوی مادر رو برای او میداد، بوی همسرش رو، ما رو به خودش نزدیک میکنه. و ما میدانیم نتیجه این شد که بچه های سایر برادران فکر کردن که این فرزند عزیز دردانه باعث نفاق جدایی تمام برادران خواهد شد، برابر این بایستی او رو حذف کنیم. حتی قصد کشتن او رو داشتن ولی او رو به بردگی فروختن. یوسف در یک سرزمین غریبی زندگی شخصی شروع میشه، برده ایست پیش ارباب. در اونجا میبینیم به خاطر همان قدرت‌های فکریش و اخلاقیش به بالاترین درجه در خانه ارباب میرسه و همه کاره خانه است. و اون آقای خانه چیزی اصلا از آمد و شد و تمام چیزهایی که در یک خانه اعیانی بایستی وجود داشته باشه در مصر قدیم خبر نداره. یوسف گرداننده است، مدیر، مدبره، ولی متاسفانه همسر این آدم، همسر این ارباب، نظر سوی داره نسبت به این جوان رعنا. و میبینیم با وجود اینکه میخواد او را فریب بده، یوسف فریب نمیخوره و متهم به تجاوز میشه و 12 سال در زندان به سر میبره. عجیب اینه که او را به زندان عادی نمیفرستن. تورا خیلی دقیقه. این آقایی که خودش یک دولت مرد بوده، یعنی همسر پوتیفر که اسمش پوتیفر بوده و همسرش میخواست یوسف رو فریب بده، اون رو در زندان شخصی خودش میذاره که مواظب باشن زیاد زجر نکشه. در این زندان هم میدونیم مدیریت و عقل او باعث میشه به درجات بالا حتی در زندان برسه. و بعد از تعبیر خوابهای پر، او دومین شخص قدرتمند مصر میشه. حال برادرها بیایند، اونها رو متهم میکنه درست به جاسوسی، و بعد از اینکه خودش رو با آنها میشناساند، برادرها میترسند، میبینن در جلوی آنها یک مرد قدرتمند و یک انسانی که قادر به همه کار هست، میترسند از اونها انتقام بگیره. یوسف با دیدن اونها و با گریه کردن، در آغوش کشیدن و دادن هدایا، اونها را آرام میکنه. اما هرگز در 17 سالی که پدر زنده بود، اونها همیشه فکر میکردن یوسف منتظر یک فرصتی است که از آنها انتقام بگیره با اون کارهایی که با او کردن. اشتباه کرده بودن، تازه فهمیدن که گناهکار اصلی خود اونها بودن نه یوسف، و همین گناه اونها رو مثل یک شلاق میزد هر روز. وقتی که پدر از دار دنیا رفت، ترس آنها از انتقام یوسف بیشتر و بیشتر میشود و حدی که فرستاده ای رو میفرستند و میگویند پدر سفارش کرده است که ما را ببخش. یوسف بسیار ناراحت میشه، گریه میکنه از اینکه برادرها فکر میکنند که او میخواهد انتقام بگیره. چنین چیزی در مخیله او اصلا وجود نداره. اونها رو میاد تسلی میده، باشون قول میده، و میبینیم یوسف، این شخصیت دوم، شخصیت آخر تورا، توانایی هایی که داره، قدرت مهار انگیزه های بد خود، وسوسه های شیطانی
و آدمی است که اولین کسی است که ما می‌بینیم در تورا میبخشه گناه دیگران را. کسی است که دنبال انتقام نمی‌گرده. کسی است که وقتی در مقامی میرسه هرگز خود را بالاتر از همه نمیدونه، از این مقام سوء استفاده نمیکنه، فقط برای بشریت، برای انسانیت. و ببینیم یوسف وقتی که زندگی او را میبینیم، کارهایش را میبینیم، انسان را امیدوار میکنه. برخلاف آدم هریشان که در رسالت خودش شکست خورده بود، یوسف موفق میشه. و این یک نوری است در تاریکی ها، نوری است که بسیاری از تاریکی های بشریت رو به دور میاندازه، روشن میکنه. بنابراین میبینیم این تضاد دو شخصیت، یکی باعث رنج و یأس، دومی باعث امید به آینده انسان و انسانیته. امیدواریم که این پیام را همه ما در بیابیم. همه نمیتونیم یوسف صدیق باشیم، ولی همه میتونیم سعی بکنیم از راهی که او رفت ما هم رهرو راه او باشیم. و با امید خدا در هفته های آینده راجع به ملت اسرائیل سخن خواهد رفت. در ضمن روز دوشنبه یک سال جدید مسیحی شروع خواهد شد. هرچی نباشه ما در یک محیطی زندگی میکنیم که این سال برای کلیت اکثریت جامعه بسیار مهمه. فقط از خداوند بخواهیم که سال پیش رو برای همه ملت ها و مخصوصا ملت اسرائیل، هم در سرزمین خود هم در این آمریکا، یک سال صلح و آرامش، یک سالی باشد که دلهای انسانها به یکدیگر نزدیک و راه یوسف، راه بخشندگی، راه انسانیت را همه یاد بگیریم و توی خیابانها علیه یک ملت کوچکی که اینقدر صدمه دیده در طول تاریخ، او را بر صندلی محکومان ننشینند و چیزهایی که اصلا خود به فکر آن نبوده ایم و خود زجر کشیده ایم، ما را متهم به آن نکنند. با امید روزگاران بهتر، شبات شلوم.